مدرسه علمی جعفریه در سامرای عراق طی مراسمی به صورت رسمی بازگشایی شد در ایام شادی اهل بیت علیهم و میلاد پیامبر اسلام و ششمین امام مسلمانان جهان مدرسه علمی جعفریه که به همت شیعیان عراق تجدید بنا شده است افتتاح شد حجت الاسلام سید محمد حسین العمیدی سخنران این مراسم درباره تاریخچه آن گفت این مدرسه به دستور و همت آیت الله سید میرزا محمد حسن حسینی شیرازی میرزا شیرازی پایگذاری شده است او ادامه داد به گفته مورخین میرزا شیرازی در سال 1291 هجری قمری به جوار حرم امامین اسکرگین علیه ما سلام نقل مکان کرد و در آنجا حوزه علمیه بنانهاد و سپس بازاری بزرگ حمام جداگانه برای مردان و زنان خانه ها و اماکنی برای اسکان زائران ساخت علامیدی افزود، آیت الله العظما میرزا شیرازی در سال 1308 هجری قمری مدرسه علمیه بزرگی به مساحت 3000 متر مربع برای اسکان طلاب بنا نهاد که دارای دو حیات بزرگ و کوچک بود و در هر حیات دو طبقه ساختمان متشکل از 95 اتاق داشت وی با تاکید بر خدمات ارزشمند خاندان مرجعیت شیرازی اظهار کرد این مدرسه دهها سال فعالیت داشت تا اینکه در سال 1969 میلادی حکومت وقت با احداث خیابانی در کنار این مدرسه حدود 2000 متر از آن را خراب کرد و در سال 1991 میلادی ای از جاهلان و مغرزین از حوادث آن سال سوء استفاده کردند و با هجوم به این مدرسه آن را غارت و ویران کردند سید العمیدی تصریح کرد میرزای شیرازی صاحب فتوای معروف تحریم تنباکو در مبارزه با استعمار انگلیس در حفظ حرمت ها و رعایت مقتضیات الگو بود و اجازه نمیداد هیچ فرد بیگانه ای در امور مسلمانان دخالت کند مراجع بعد از ایشان نیز از راه آن مرجع بزرگ تبعیت کردند و بر اتحاد مسلمانان علی رغم اختلافات تاکید دارند